بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون چند دلیل برای مسئله وجود داره. یکی این که ما عرفان کیهانی حلقه رو از منظر نحوه استفاده عملی از حلقه های رحمانیت عام الهی نگاه میکنیم. همونطور که استحضار دارید، یک موضوع رو میشه از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد. وقتی ما از این منظر به این عرفان نگاه میکنیم، به جزئیاتی برخورد میکنیم که قبلا به اون شاید با این دقت نگاه نشده. ولی با بررسی های بیشتر با اون چه که وجود داشته تناقضی پیش نمیاد و حتی با بررسی های دقیق تر تأییداتی هم بهش میرسیم و این نشون میده که همونه، فقط منظر دید ما عوض شده. و خب یک همچون مسئله که قاعدتا محدودیتی نداره میتونه از منظرهای بسیار زیادی مورد بررسی و دقت نظر قرار بگیره و این نمیتونه اشکالی به وجود بیاره، خصوصا اینکه به تناقضی و تضادی هم با آنچه که وجود داشته برخورد نشه. این یک دلیل. دلیل دیگه این که ما در قالب این عرفان برای در واقع همه انسان ها پیام داریم و در واقع میخوایم که عرفانمون رو به دنیا معرفی بکنیم و یه کار فرهنگی رو انجام بدیم و این خودش میتونه برای آنچه که داریم کسب اعتبار و آبرویی بکنه. و عرفان حلقه بر مبنای عرفان اسلامی شیعی میتونه از یک منظر خاصی که مد نظر ما هست بیاد و این معرفی رو انجام بده. لذا وجود یک نام مستقل صرفا نشان دهنده این هست که در این چارچوب منظر که بیشتر روش تاکید شده چی هست. و همونطور که توضیح دادم خدمتون، این منظر همون استفاده عملی از حلقه های عام رحمانیت الهی است که همون مفهوم رحمان هست. و مطلبی که اینجا میمونه این است که با در مثلا کشورهای دیگری که میخوان با این جریان آشنا بشن در بد و عمد با یک نام برخورد میکنند، قبل از اینکه به هیچ پیشتاوری برسند تمایل پیدا میکنند که محتویات اون رو بررسی بکنند. با توجه به اینکه ممکنه در ابتدا به ساکن وقت نام عرفان اسلامی شیعی روی این قضیه باشه، از بررسی و مطالعه روی مفاد اون اجتناب کنن به دلیل حالا سمپاشی هایی که در دنیا وجود داره از این کار اجتناب بشه. ولی وجود یک نام مستقل باعث میشه که اونها بیان مطالعه بکنن، بررسی بکنن و نحوه استفاده عملی از اون رو تجربه بکنن و بعد از اونها در واقع بیان با کل ریشه قضیه آشنا بشن.